همون دبیرستان ادیب که میرفتم خونه ما چهارراه عزیز خان بود. به طرف فردوسی که حرکت میکردم به طرف شرق یه ویولونساز ارمنی اونجا بود، موسیو وارتان. ویولون تعمیر میکرد و ویولون میساخت و پشت ویترین میذاشت. من مثلا حداقل 10 دقیقه با میستادم این سازا رو نگاه میکردم. در اون موقع یه شایعه شده بین مردم، اگه هر کی انگلیسی بلد باشه میتونه شغل خوبی پیدا بکنه. شروع شده بود که از زبان فرانسه تمام زبان خارجی که ما میخوندیم دیگه انگلیسی شد. همون سالی که من رفتم دبیرستان معلمای ما همه معلمای فرانسه بودن، فرانسه زبان بودن که میرفتن کلاس شب خودشون یاد میگرفتن، صبح هم میومدن به ما یاد میدادن. در اون موقع بود که من برای که اسم نویسی بکنم تو کلاسای زبان 40 تومن گرفتم، گذاشتم جیبم که برم اونجا. از مغازه موسیو وارتان که گذاشتم یه ویولونی دیدم هست، ویولون بنفش بود. مثلا ویولون بنفش تا حالا ندیدم، اونجا دیدم. گفتم این کلاس انگلیسی رو ول کنم همینجوری. گفتم موسیو وارتان قیمت این ویولون چیه؟ گفت پسر تو پولشو داری؟ گفتم چه کار داری چنده؟ گفت 40 تومن. منم 40 تومن دادم اینو. این ویولون نه و یه آرشه داشت، جعبه هم نداشت. همینجوری گرفتم اومدم خونه. معمولا تمام خونه ها آب انبار داشتن. اونجا جای خنکی بود، میرفتم رو پله ها شروع میکردم به زدن ویولون. همینجور از خودم. بعد دیدم صدای خیلی ناجوری از این ویولون در میاد. همینجوری فکر کردم اینا رو ویبراسیون بدم، یعنی لرزش بدم بهتر. دیدم آره لرزش میدم بهتر شد. بیا آهنگایی رو تونسته بودم رو ویولون بزنم با اون صدای ناهنجار بالاخره. و یه تو میدان بهارستان یه آموزشگاه ویولون بود که برادران معارفی تو رادیوم برنامه اجرا میکرده، من رفتم اونجا. اونجا مثلا نوت به من یاد میداد، این دو، این رس، این فاس. بعد همه گوشی بود که دستو اینجا بگیر و نمیدونم حالا مثلا میخوای یه آهنگی بزنی اول این دستو بزن، بعد این دست بزن، بعد این انگشتو بذار. حالا یه آهنگایی همونجوری اسف شدم، حالا نوتش جلوه ولی سولفژ و چیزی نمیفهمیدم که اینا از نظر ریتم چه جوریه. کلاس سوم دبیرستان که بودم، دبیرستان ادیب، خونه یکی از دوستان که اولین معلم ویولونم بود، همشاگردیم بود، پنو مهدی خالدی ویولون میزد. منم خیلی علاقه مند شده بودم که یاد بگیرم. ردیف اول سبا رو مثلا من با اون فریبرز بدخش، حالا نمیدونم کجای دنیا هست، داشتم یاد میگردم. یه شب یه فیلم آلمانی رفتم به نام چشمان سیاه، فیلم سفید بود، درباره یه ویولونیستی بود و یک آهنگ میزد. این عاشق یه دختری بود که میرفت زیر پنجره یه آهنگ میزد که خیلی به نظر من قشنگ بود. اون آهنگ رو حفظ شدم، اومدم با ویولون شروع کردن زدن. خب بعض جاش یادم نمیومد دیگه، ولی تم اصلیشو یاد گرفتم میزدم. بعد خیلی من علاقه من شدم به این نوع موسیقی که رفتم یه معلم گیر آوردم که خودشم دانشجوی پزشکی بود. یه جوری ما آشنا شده بودیم که پلون عیسی رضایی دیگه. از اونجا شروع کردم به ویولون زدن.
برادر اون آقای عیسی رضایی، مصطفی رضایی، و تمام خانواده اهل موسیقی بودن. چهار تا برادر بودن یا خواهر، همه اهل موسیقی. بعد اونا صفحه داشتن، میشد موسیقی کلاسیک گوش کرد. من خونه اونا که میرفتم درس میگرفتم، میشستم تمامی موزیکا رو گوش میکردم. بعضی وقتا به من میگفت که خب من دیر میام، اینقدر موزیک میذاشتم که تمام مادر و خواهرش زله شده بودن که چقدر این موسیقی با صدای بلند پخش میکنه. اون میرفت، مصطفی رضایی میرفت پلوی حشمت سنجری، به من گفت که حشمت سنجری خیلی خوبه، تو هم باید بیایی پلوی سنجری. اونم تو خیابون جمهوری، اونجا آپارتمانش بود. برای اولین دفعه رفتم پلوی سنجری و اونجا دیگه جدی شروع کردم به، یعنی وقت زیادتر گذاشتم. خب بالاخره باز نگفتید خانوادتون، پدرتون، مادر اینا نمیگفتن شما برای چی داری میدید، چی کار میکنید، موسیقی چی و درس؟ نه، هیچی به من نمیگفتن. درسم داشتم میخوندم همون موقع. اونجا کلاس پنجم که تموم شد میبایستی میرفتیم یا ادبی یا ریاضی یا رشته های دیگه، که من دیگه از دبیرستان ادیب بیرون اومدم. چهارراه حسن آباد یه دبیرستان خصوصی بود، مثل که باید شهریه میدادیم. اونجا رفتم رشته ادبی خوندم. وقتی تموم شد، به خاطر اینکه خب شهریه میگرفتم دیگه از نظر مالی کمکی بود، رفتم دانشسرای‌عالی که معلم زبان بشم. همون موقع هم پلو سنجری بودم. بعضی وقتا نمیتونم سر موقع پول بدم. همیشه یادمه که به سنجری میگفتم ببخشید این دفعه. گفت چی میگه؟ حرف نزن، ساز خودتو بزن. هیچ وقت نمیذاشت که من بگم که پول مثلا هفته دیگه میدم و چیز اون شهریه که باید بدم. همون موقع دیگه پلو سنجری میرفتم. ارکستر هنرستان هم درست شده بود که سنجری، اول سنجری بود، سنجری بود، بعد از سنجری کنسر مایستر ارکستر سمفونیک لویجی پازاناری که خیلی ویولونیست خوبی بود و از هندوستان اومده بود ایران. اون موقع به کافه ها و جایی که بود ساز میزدن، آهنگ میزدن دیگه، بیشترم خارجی بودن. بعد کم کم مثلا ایرانی هم اومدن اونجا شرکت میکردن. تقریبا یه چند ماهی هم همون رشته هایی که رشته زبان بود با دکتر صورتگر و چه معلم. خیلی عجیب غریبه که ما از اینکه این دست است، این آب است، این فلانه، این چیزهایی که انگلیسی مقدماتی، یه دفعه شکسپیر رومو و جولیت گذاشتن جلومون. من یادم اون مقدمه رومو و جولیت یه هفته طول کشید. من فقط اند و چیزهایی مثل اینو بلد بوده، بقیه اصلا هیچ کدوم نمیدونستم چیه. بعد همین دیکشنری رو گرفتم و ببینم معنیش چیه دونه دونه. همون موقع که میرفتم ارکستر یک درسی داشتیم دکتر عیسی صدیق، یک کتابم نوشته بود، سیر فرهنگ در ایران و مغرب زمین. اون کتاب خیلی خوبی بود که ما میدونیم در ایران چه خبر بود، بعد اروپا چی شد، تمامون سیر فرهنگی رو میگفت. دکتر صدیق نمیدونم مریض شده بود، یکی آورده بود، دامادش بود، یکی از این اعضای خانواده. خیلی آدمه به نظر ما خیلی شل و ول و اصلا همه بچه ها مسخرش میکردن. حالا من موسیقی همش ادامه میدادم، کمتر میومدم دانشگاه. بعد اومد امتحان سیر فرهنگ در ایران و مغرب زمین شد. بعد من داشتم می نوشتم، این به من گفت که وقت تمامه. گفتم بذار یه جمله بزنم،
یه جمله مو تموم کنم، نه باید بدیم. منم مثلا برقه رو پاره کردم، از اون کارهای جوانی دیگه پاره کردم، بلند شدم گفتم گور پدر دانشگاه و ترم مثلا دنبال موسیقی. خاک من تو، خاک من تو، خانه من در وطن تو، ای خدا اینجا